سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارگمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه دارم طبق معمول تمامی شب ها از دوشنبه شب تا جمعه شب محضر یکایک که یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه 22 شهری بر ماه ایرانی برابر با 13 سپتامبر 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتا برگرفته از مطبوعات چاپ تهران بعضا میمانم که آیا روزنامه به روزنامه جلو برم بعضی وقتا وقتی تایتل ها و عناوین خیلی متنوع میشه در انتخاب خبر در انتخاب موضوع در واقع یا در دنیای روزنامه نگاری گیت کیپرینگ یا دروازبانی خبر کمی خوب مردد میشویم الان یا حالا امشب ترجیح میدم که تا حدود زیادی برخی از روزنامه ها رو تایتل به تایتل عنوان به عنوان بررسی کنیم حاوی مطالب بسیار متنوع است اولین مطلبی که مایلم به اون اشاره کنم که شما هم دارید میبینید اشاره آقای ابراهیم رئیسی بوده در پاسخ به شرایطی که ایالات متحده امریکا از رفع انصداد پولی که ایجاد کرده رئیسی گفته که ما هر بخوایم از این پول استفاده میکنیم جالب اینجا بود مقامات امریکایی گفتن که همین الانش هم پول در حال انتقال از کره جنوبی پولی که پیشتر میانات گازی و نفت و سایر مسائل رو فروختند امکان دریافت پول رو نداشتند سالیانی در بانکی در کره جنوبی مونده بود اون هم با فرمان ایالات متحده امریکا این پول به تعبیری با رفع در واقع زندان گروگان ها این پول داره مبادله میشه امریکا در پاسخ به ابراهیم رئیسی گفت که همین الان وسط راه هم بخوایم پولی که در حال انتقال از کره جنوبی به قطر هست میتونیم مسدود کنیم ببینیم روزنامه ها رو ببینیم چه نوشتم خیلی از روزنامه ها بخش از اظهارات از آقای ابراهیم رئیسی رو منعکس کرده بودن که آقای رئیسی گفته بود 6 میلیارد دلار آزاد شده رو هر جا لازم باشد هزینه میکنیم خب اصلا این مدل جست اقتداری برازنده حداقل ابراهیم رئیسی نیست حالا بگیم که کل جمهوری اسلامی دوچار اقتدار پوشالی شده که کاملا درسته هیچ نقطه قوتی در تعامل با سیاست خارجه و در مواجهه با سیاست های این ندارد که هیچ به ابراهیم رئیسی نیامده که این مدلی بخواد صحبت کنه تا همین جای کارم بایستی ایشون مطلع باشه که پولی که از اموال و داشته های سرزمینی ایران در واقع از فروش اموال و داشته های سرزمینی ایران این پول حاصل شده امکان آمدن پول در کشور نیست الا به فرمان ایالات متحده امریکا اون هم در واقع به نحوی از آنها با نظارت امریکا برای مصرف شدن در حوزه های مرتبط با بشر دوستانه خود این پول هم در ازای سیاست تخصیص اعتبار ما به ازای گروگانگیری در واقع در آزاد میشه این بخش رو بایستی مستحضر باشم هموطنان عزیز مطلع باشیم که اصل آزادی یا رفع بلوکه شدن و رفع انصداد این پول در واقع در تعامل و توافقی است که برای آزادی ششتن از گروگان های امریکایی صورت گرفت که اونم یکیش که در متقابل بوده یکیش که از امریکا هم تو زندان بود با یستی می اومد گفت من نمیام ایران البته اون انسان بسیار بد است آقای کاوه افراسیابی در هر روی برگردم به مطلب که روزنامه های مثل آرمان و دیگر روزنامه ها با قلمی اختداری تر سعی داشتند اظهارات آقای رئیسی رو پوشش دهند رئیس جمهور ایران میگوید دولت او در مورد 6 میلیارد دلار پول مسدود شده که قرار است در جریان مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شود تصمیم گیری خواهد کرد و این پول هر جا که لازم باشد هزینه خواهد شد آقای رئیسی در مصاحبه‌ای که با لستر هولد مجری شبکه خبری امریکایی NBC که روز سه شنبه متنش منتشر شد گفت امریکایی های زندانی در ایران به زودی به خانه باز میگردند ایشان افزود که توافق آمریکا و ایران برای مبادله زندانیان در زمان مقرر تکمیل خواهد شد و زندانیان آمریکایی در سلامت کامل هستند محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که البته به دفعات اشاره کردیم بر اساس همین توافق حدود 6 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران که به دلیل تحریم های امریکا در بانک های کره جنوبی مسدود شده بود آزاد خواهد شد در واقع به طور اختصاصی با امضای آقای بلینکن رفع تحریم از در واقع معاف از تحریم خواهد شد ولی مقامات امریکایی اشاره کردند که بانک مرکزی قطر بر دسترسی ایران به این پول نظارت خواهد کرد و ایران فقط اجازه دارد از این مبالغ برای مصارف بشر دوستانه و بر اساس مقررات تحریم های امریکا استفاده کند خب این نکته که قطعا برای شما هموطنانی که فعل و انفعالات منطقه ای رو در سه دهه اخیر در واقع دنبال میکردید کاملا یادآور نفت در برابر غذای عراق هستش حالا من بارها این رو اشاره کردم حداقل دولت صدامی و دولت عراق زمانی که در معرض آماج تحریم ها واقع شده بود و نفت در برابر غذا براشون اعمال کرده بودن که نفتی رو ازشون میخریدن که غذایی به عراقی ها بدهند اون اختیار رو داشت که از چه شرکت هایی غذا تعیین کنه قله و قلات و چیزهای دیگر رو از کجا بخواد تعیین کنه حتی برای ابتیای مصارف بشر دوستانه هم جمهوری اسلامی این آزادی عمل رو ندارد ولی خب دیدیم که آقای ابراهیم رئیسی گفت که در مورد چگونگی هزینه کردن این پول ها مختار خواهد بود ایشان حتی تصریح کرد این پول متعلق به ایران و ملت ایران است بنابراین جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه با این پول چه کار کند تصمیم گیری خواهد کرد خب البته رسوایی بزرگی است اگر بخواد حداقل به لحاظ نمایشی هم این حرف و نزنه ریزشی ها هر روز بیشتر خواهند شد ارزشی هایی که در مدار ریزشی ها به پیوندن خب نظام مدام نحیفتر میشه بدین روی این بخش از اظهارات آقای رئیسی یادآور همون تبلیغات سعید و صحاف به هنگام جنگ در واقع دوی خلیج فارس بوده آقای رئیسی در پاسخ به این سوال که آیا این پول به غیر از نیازهای بشر دوستانه برای مصارف دیگری هم هزینه خواهد شد گفت که بشر دوستانه یعنی هر چیزی که ملت ایران احتیاج داشته باشد بنابراین این پول به نیازهای آنها اختصاص خواهد یافت و دولت ایران درباره نیازهای ملت ایران تصمیم گیری و آن رو تعیین خواهد کرد بله ملت ایران رو قطعا دارو نیاز اساسی است غذا نیاز اساسی است اما اینها خرج هایپرسونیک و موشک و که آقای خامنی با تبسمی میگه که آره موشک بیش از دو هزار کیلومتر هم میتونن درست کنه ولی من فعلا گفتم دست نگه دارید نیازهای ملت ایران رو ابراهیم رئیسی میخواد سوجه یابی کنه یا سعت سنجی کنه یا نیازها رو بررسی کند از صفا به حال ملت ایران اما در همین رابطه مشخص که آقای رئیسی شاخ و کشید اون هم در مصاحبه با یک رسانه امریکایی که ما این که تعیین می این پول بایستی کجا خرج بشه مقام امریکایی وارد عمل شد و گفت که هر زمان لازم باشد پول انتقال یافته ی ایران به قطر رو هم میتونه مسدود کند و به این میگوین اختدار تمیز نه اصل پولی که میخواست آزاد بشه گفتم منبع و منشأ قدرت اون پول برآمده از یک گروگانگری است یک دستور سازمانی حالا نانوشته اما بیان شده ی محسن رضایی است که سراحتا بیان کردن که ما برای بیپولی و پر کردن خزانه و تأمین هزینه جاری دولت ابزاری داریم و انسان میدوزدیم گروگان میگیریم و به ازای هر کدوم مثلا 100 میلیون دلار این تعداد بشه میشه 400 میلیارد دلار میشه 400 میلیون دلار یک مبلغی رو حساب کرده بود که بخش از هزینهمون خواهد بود این عباراتی که توسط تئوریسیان های وفادار نظام جمهوری اسلامی مثل آقای حسن عباسی و همینطور محسن رضایی که مقام اقتصادی بوده بیان شده برگردم به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که اعلام کرد ایالات متحده اگر ضروری تشخیص دهد ده از این توانایی برخوردار است تا 6 میلیارد دلار پول مسدود شده ی ایران در کره جنوبی که در حال انتقال به قطر است رو بار دیگر مسدود کند با ابزارهای نظارتی که تعبیه خواهند کرد آقای متیو میلر به خبرنگاران گفت که وزارت خزانه داری نظارت سختگیرانه ای بر نحوه استفاده از این منابع دارد ما در خصوص نحوه استفاده از این منابع هوشیاری به خرج می دهیم به این توانایی رو داریم تا بر استفاده از آنها نظارت کنیم به گفته ایشان از این پولها قرار است برای اهداف بشردوستانه استفاده شود اظهارات این مقام امریکایی همون گونه که اشاره کردم ساعاتی پس از انتشار مصاحبه رئیسی با شبکه NBC بیان می شود که گفته بود 6 میلیارد دلار آزاد شده رو هر جا لازم باشد هزینه می کنیم گفتم که اصلا ب... این بیان این مطلب برازنده ابراهیم رئیسی نبود و متیو میلر به قایت هوشمندانه پاسخ داد علاوه آقای رئیسی همون گونه که در خبر قبلی گفتم تاکید کرده بود که نیازهای بشر دوستانه ملت ایران رو مثلا حکومت جمهوری اسلامی تعیین میکنند و آنگونه که میخواهیم میتونیم هزینه کنیم که قطعا در اختیارشون نخواهد بود من برق میزنم با دیگر مطالب منتخب بسیار مطالب متنوع موج مهاجرت موجی از انتقادها و غم رو در جامعه ایرانی ایجاد کرده برخی از روزنامه ها با روی کرده سیاسی به این ماجرا نگاه می‌کنند که اساسا در روند خالص‌سازی که حکومت آمدانه و آلمانه داره بر دانشگاه ها و کشور ایجاد میکنه جمعی از نخبگان و مغزها به طور گروهی دارن فرار میکنن روزنامه اعتماد گزارش یکی خود رو در همین رابطه مشخص تنظیم کرده بود که میبینید خالص‌سازی و فرار مغزها که گفتگوی بوده با غلامرضا ظریفیان در رابطه با خروج نخبگان و طبعات منفی که این موضوع می تواند ایجاد کند قرآن رضا زریفیان که شخصیت های اصلاح طلب دولت خاتمی است که در وزارت علوم خب تو زمان کوی دانشگاه هم یک نقش هایی داشت نقش مثبت البته هر که هست من حقیقت رو با گستی بیان کنم آدم با دانشی است ایشون بخشی از این شتابگیری مهاجرت رو در راستای یک سیاست بزرگ اعلام نشده اما اعمال شده یعنی سیاست بزرگ و کلان نظام که بعد از یک دست سازی حاکمیت حلقه خراسانی رو آوردن و سپس خالص سازی حاکمیت که به سطوح دانشگاه و مدیریت شهری رسیده این رو عاملی دانسته که اون موج مهاجرت هر روز بیشتر شده و نسبت به خالی شدن کشور ایران از نیروهای مؤثر و کارآمد هشدار داده بود البته گزارش های زیادی در دیگر روزنامه ها منتشر شده بود که مشخصا حوزه پزشکی و پرستاری در جامعه ایران کاملا در حال خالی شدن از متخصصان هستش بخش عظیمی از این پزشکان و پرستاران گویا این بار نه لزوما به کانادا، آمریکا و فرانسه و آلمان حتی به کشورهای عمان و به کشورهایی مثل قطر و امارات و کشورهای هواشی خلیج فارس دارن مهاجرت میکنن و گزارش های حکایت داره که بسیار درصد بالایی از پزشکان متخصص در خیابانهای مسقط در کشور پادشاهی عمان و یا دیگر کشورها کاملا با پزشکان ایرانی در واقع در حال ارائه سرویس میباشد و ایران در حال خالی شدن از این نیروهای قابل و توانمند است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب بحران سیل و باد با اشکال مختلفی مرتوجه برخی از روزنامه ها واقع شده بود هفته صبح از آخر و زمان در شمال افریقا گفته بود گزارش های حکایت داشت که دو هزار کشته و ده هزار مفقود در سیل لیبی اعلام شده و حدوداً نزدیک به سه هزار کشته در زلزله مراکش روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودن مثل جمهوری اسلامی مثل روزنامه وطن امروز که گفته بود سیل سیل و باد لیبی را برد عنوان یکی از گزارش هاش بوده یا روزنامه ایران که تریبون دولت ابراهیم رئیسی هست در گزارش تحت عنوان فاجعه بزرگ به جزئیات سیل و زلزله در این کشورها اشاره کرد که هم با این موضوع اشاره کرده بود که به هر روی یک فاجعه انسانی بوده و هر صورت هم لیبی و هم مراکش به عنوان دو کشور مسلمان بایسته اشاره کنم که خب بیشتر مورد توجه رسانه های دست واقع شدن چرا که اونها برای جان انسان ها هم ارزش گذاری میکنن اما یک نکته که در این بین برای من خیلی قابل توجه بوده پادشاه مراکش علا رقم نشانه های مکرری که جمهوری اسلامی انعتاف نشان داد پیام سبز داد نشانه هایی از مساعدت رو اعلام کرد پادشاه عربستان پس زد بی کرد و علیرغم که خودش هم به هر روی حالشون خوش نبود و از پاریس خود رو به مراکش رسانده بود اما کاملا بی کرد و تا اینجای کار که من در حال صحبت با شما هستم خب به علت اون بدکارنامگی جمهوری اسلامی که بارها تلاش داشت بحث جبهه پولیساریو که خب بحث خیلی قدیمی هست البته هم نسلان من جپه پولیساریو و سهاری غربی رو در نبردهایی که در منطقه بوده به یاد دارن که جمهوری اسلامی یکی از ماشین تبلیغاتش بوده مشخصا قصد جمهوری اسلامی در نوع مواجهه با کشور مراکش برانداختن نظام پادشاهیشون بوده و از اون لحظه به این سو هیچگاه نظام هیچگاه در واقع مراکش رابطه خوبی رو با جمهوری اسلامی برقرار نکرد حتی در چنین شرایط و هنگامه خیلی سختی که طبیعتا هر کمکی میتونه در گره گشایی از رنج شهروندان زلزله زدهش مؤثر بیفته حتی اون رو هم پس میزند با هوشمندی تمام چرا که نیک آگاه است که جمهوری اسلامی در واقع خیری رو نمیرساند که در پس پشت آن شری نباشد دنبال میکنم روزنامه کیهان حسین شریعت مداری رو میبینیم که تیتر یک خود رو البته دیگر روزنامه هم بوده که الان باز من نگاه میاندازم میبینید فرق میکند چه کسی رئیس جمهور باشد شروع کردن به نقل دولت آقای روحانی و یک زمین سازی هایی دارن میکنن احتمالا برای خفه نگه داشتن و پنهان نگه داشتن اون خشم ها و چنگ انداختن های احمد نجاد بر جره ولی فقی سعی دارن یک مقام رئیس جمهور خلاصه به دادگاهی بکشنند و بگن ما هم عدالت آمریکایی داریم مثلا ترامپ رو اگر اونها آوردن ببینید پولی رو, رو روحانی به درستی نتونست مدیریت کنیم و ما این رو به تعبیری دادگاهی میکنیم بدهی 550 هزار میلیارد تومانی روحانی ساخت رئیسی پرداخت یعنی این بدهی رو آقای روحانی ایجاد کرده و آقای رئیسی مثلا داره پرداخت میکنه روزنامه وطن امروز هم با یک صفحه آرایی نسبتا معنادار که به هر روی سفارایی برخی از روزنامه هایی که به نهادهای تونرو و امنیتی متصل هستن تیتر واژه رنگ میتونه ادای معنا کنه روحانی رو در حالی که از پشت سر نشان میدهد او رو ابر بدهکار ایران خوانده بود و با همین مطلبی که آقای مثلا دولت رئیسی 550 هزار میلیارد تومان رو از بدی های دولت روحانی تصویه کرده این رو ابر بدهکار ایران خوانده البته من ندیدم مطلبی یا دفاعی از سوی آقای روحانی فعلا بیرون بیاید آنچه که میتونم اشاره کنم در این رابطه مشخص چند تا نکته رو میتونم با ساعت رو مجدد اشاره نگاه کنم چند تا مطلب رو میتوان در واقع مورد دقت قرار داد نکته نخست که در آستانه انتخابات اساسا هر از گاهی مهندسی نشاط آفرینی سیاسی دارند که بتونن یک جانی بدهند یا یک ای بدهند و مشارکت رو از آمارهای احتمالی که بسیار میتونه پایینتر از 1400 باشه کمی بالا نگه دارند هرچند داخل پرانتزی همین نکته رو اشاره کنم که اساساً هم خیلی برای جمهوری اسلامی دیگه مشارکت بالا مهم نیست اما نه دیگه از یک رنج مشخصی دیگه دو درصد بخوان شرکت کنن که دیگه تحریم میشه و نامش انتخابات نمیشه قطعا مشروعیت نظام دچار لرزش میشه از اونجا که ریزش در جبهه ارزشی ها هم بالا رفته زدن روحانی نوعی حس انتقام خواهی و انتقام جویی طبقه ای از نیروهای ارزشی و اصولگرایی که به هر روی به عنوان سبد مشارکت انتخاباتی هستن براشون مهمه بدین روی بحث انتخاباتی میتونه باشه نکته دیگه که اشاره کردم خب به هر روی اینها هر چیزی رو نسخه همسان با ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی میتراشن بحث انتخاباتی امریکا شده بود میگن ببینید ما هم اینها رو داشتیم مثلا آقای ترامپ محاکمه شده مثلا میر حسین موسوی و آقای کروبی هم میبایستی محاکمه میشدن ولی خود نظام جرأت برگزاری محاکمه رو نداره در حالی که به دفعات مدافعان آقای میرحسین اشاره کردن که اگر امکان بیان ادله های درست رو دارید بایستی با برگزاری دادگاه عادلانه و عمومی موفقت کنید که هیچ که جمهوری اسلامی این نکرد و بدون حکم اونها رو توی حبس نگه داشته الا ای حالا قربانی سازی تیف این آخرین نکته من مهمترین نکته من هستش برخورد همه جانبه با همه اون تتمه مدیریت هاشمی حالا میخواد آقای حسن روحانی باشه میخواد محمد خاتمی باشه که اونها البته حذف شدن پیشتر میخواهد حتی حسن خمینی باشد برخورد همه جانبه و منظوی سازی و حتی بدنام سازی دادگاهی کردن میتواند ابزار پایانی باشه برای حذف همه جانبه طیف مدیریت سیاسی آقای هاشمی که آقای حسن روحانی خواه نخواه متصف و منتصبه به اون جریان هستش و بدین روی هست که حتی در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هم شاهد بودیم که آقای خامنه ای نه تنها تمجید میکرد، تغییر میکرد از دولت آقای ابراهیم رئیسی که هر از دومین بار بود تمجید هم میکرد و از غذا به دولت های قبلی به نحوی از آنها میتاخت فعلا عزیز کرده ی حلقه خراسان رئیسی از خطه خراسان برای آقای خامنه ای هستش و هر دو شخصیت پیشینی سرزمین سمنان خطه سمنان چه اون آهنگرزاده گرمساری چه این سمنانی فعلا مغذوب و مقهورند اما این احتمال می رود که در زمین سازی لازم برای برخورد با آقای حسن روحانی که پیشتر برادر رو به زندان انداختن یک برخورد قضایی حداقل نمایشی هم شده صورت بگیره و بگن که ما هم منادیان مثلا عدالتیم حتی دیده بودم آقای ای در جلسه ای که داشته یکی از معاونان ایشان آقای مصدق خب مثل اینکه دو تا از فرزندان ایشان به اتهام استفاده از قدرت پدر در حوزه ساخت و ساز و رشوه گیری و مسائل از این دست متهم مالی شدن در جلسه صریحا آقای اژه‌ای به این موضوع اشاره کرد که ما مثلا منادیان عدالت هستیم و در برخورده با فساد هیچ تعارفی نداریم حتی فرزند و پسر معاون ما باشه از این منظر فرمان و چراغ سبز خامن ای رو در برخورده احتمالی با آقای حسن روحانی من نشانه هاش رو میبینم خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با حجم زیادی از مطالب که بسیار حیفم میآید که بخوام بخشش رو جا بذارم همشهری آقای زاکانی رو خیلی کوتاه نگاه میاندازیم که شما دارید میبینید قاتلان واقعیت که از حراس و ترس بازخیزی نسل اعتراضی جنبش محسا شروع کرده به تخریب آن به رسانه های پارسی زبان برون مرز و مدعی شدن که بسیاری از این رسانه ها مثلا کشته سازی کردن یا آمارهای دروغ دادن 36 هزار دروغ دادن ولی دریغ از این که خود اشاره کنن که شما که حد همون آماری که خودشون میگویند یعنی 280 تا 350 تا کشته داشتیم یک نفر رو با عنوان متهم قاتل جا... شما میگید قاتل واقعیت چیزی که من در همشهری میبینم میخواد می... به نحوی از انها رسانه های پارسی زبان منتقد رو با من قاتلان بنامد شما قاتلان میدانی رو شناسایی کنید و به ملت معرفی کنید با ادعایی که دارید اتفاقا دیدم یک ویژه برنامه هم ساخته شده بود من خیلی مایل بودم وقت ندارم بخوام اونو نشون بدم شاید برنامه جمعه یا برنامه فردا به اون اشاره کنم یک برنامه درست کرده بودن یک بولتن تصویری که چند تا جوونی که مثلا در جنبش زن زندگی آزادی در خارج از کشور یه تظاهراتی کرده بودن اونها رو به پای میز محاکمه آوردن و اونها رو ترسانده بودن که ما در همه جا اشراف داریم شما که این میزان اشراف دارید و به بارهای رو اشاره کردم چگونه هست نمیتوان از روزی که در 88 قاتل ندا آقا سلطان رو نتونستید پیدا کنید تا تکتیر اندازهای پویا بختیاری رو مشخصا مردم ایران این بدبینی و بدگمانی رو به نهادهای امنیتی و تکتیر تیراندازها دارن که کار خودتون است و نمیخواهید در واقع قاتلان فرزندان ملت ایران رو به ملت ایران بشناسانید عملا وقتی برنامه این جانب به انتها رسیده میگم با یک معصومیت و مظلومیت و آزردگی خاطر خیلی مشخصی به صفحه به صفحه روزنامه ها نگاه میکنم خیلی کوتاه خواستم اشاره کنم به دیدار نادر در ولادیوستوک روسیه که رهبر کره شمالی گویا رفته به روسیه دیداری داشتن و این هم سرنوشت شوم و شرماور یک صاحب قدرت در دنیاست که آنقدر محروم شده حتی به آفریقا نتونست بره جوانسبورگ به خاطر اینکه احتمال بازگرداندنش هست و در انزوای مشروعیت مجبور است با بدنامترین حاکمان دنیا دیدار و هشت رو نشت کند که یکی رهبر کره شمالی هست و دیگری هم رئیسی است و با این مطلب وقت برنامه امشب شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرون